با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. پرونده قتل بابک خرمدین جنجالی تر شد. پدر بابک به قتل داماد و دخترش هم اعتراف کرد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفا از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. پدر بابک خرمدین پس از 3 روز از قتل تنها پسرش بابک، همکنون به قتل دختر و دامادش اعتراف کرده. سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت پدر و مادر بابک خرمدین به قتل داماد و دخترشون هم اعتراف کردند. قاضی محمد شهریاری گفت پدر و مادر بابک در اعترافات جدیدشون اظهار کردند که دامادشون رو در سال 90 و دخترشون رو در سال 97 به همون روش تیکه تیکه کردن جسد به سطل زباله در نقاط مختلف تهران انداختن و اونا رو به قتل رسوندن. قاضی شهریاری در پاسخ به این سوال که انگیزه قتل این افراد چه بوده گفت قاتلین در اعترافات خودشون گفتند که بچه ها معتاد بودند و مواد مخدر مصرف میکردند که البته تحقیقات در این زمینه ادامه داره. قاضی شهریاری با بیان اینکه در سال 90 در خصوص داماد این خانواده اعلام مفقودی شده بود تصریح کرد روانپزشک گفته که قاتلین سالم هستند. به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران تحقیقات در خصوص این متهمان همچنان ادامه دارد. پدر بابک در جدیدترین جزئیات قتل پسرش گفته بعد از اینکه در غذای بابک قرص خواب‌آور ریختیم بابک گیج شد و 4 دست و پا بابک رو به آشپزخونه بردیم. به کمک همسرم کمربند رو دور گردنش انداختم و او رو به حموم بردیم و با چاقو تیکه تیکه کردیم. پدر بابک گفت من بابک رو در روز تولدش کشتم. این پیرمرد 81 ساله شیطان صفت به نام اکبر خرمدین پس از به قتل رسوندن تنها پسرش خدا رو شکر کرد و دستاشو رو به آسمون کرد و گفت خدا شکرت که پسرمو کشتم. من دیگه توی این دنیا آرزویی ندارم، فقط میخواستم اون بابک رو تیکه تیکه کنم که به آرزوم رسیدم. واقعا جای تأسف داره و من نمیدونم دیگه باید این خبرها رو چطور بخونم. و اما شاگردان بابک خرمدین در شهرک اکباتان در روز گذشته مراسم یادبودی را برای استادشون برگزار کردند و نوشتند چه غریبانه رفتی استاد و برای بابک هجله زدند. با طبق گفته های شاگردان و دوستان و اساتید دانشگاه و همکاران بابک، ظاهراً بابک خرمدین یکی از افراد و اساتید مهربان و خوش اخلاق دانشگاه بوده و اصلا انقدر آروم بوده که با کسی کاری نداشته و سرش تو کار خودش بوده. صحبت ها و نظرات اطرافیان بابک خرمدین در خصوص اخلاق بابک کاملا اعترافات پدر و مادر بابک رو در مورد حاشیه ها و فساد اخلاقی بابک رو نقض میکنه. در ادامه این ویدیو میپردازیم به صحبت های یکی از اساتید دانشگاه و همکاران بابک خرمدین و همچنین یکی از بازیگران سینما و تلویزیون که یکی از همسایه های آقای بابک خرمدین بودند در خصوص اخلاق بابک این چنین گفتند. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. سردار حسین رحیمی آخرین جزئیات قتل کارگردان سرشناس کشورمون آقای بابک خرمدین را اینچنین ارائه داد. با بدنی تکه تکه شده و بدون سر روبرو بودیم و کمتر از 6 ساعت کار رو شروع کردیم و هویت این فرد رو تشخیص دادیم. فخرالدین جعفرزاده در خصوص حکم پدر و مادر بابک خرمدین که به قتل پسرشون اعتراف کرده بودن گفت در این پرونده چون اولیای دم خودشون در قتل نقش دارند، سمت اولیای دم بودنشان ضایع می شود و کنار می رود. مقتول فرزند و همسر ندارد، پس اولیای دم درجه 1 ندارد. پدر قاتل مشمول قانون 612 قصاص نمی شود و 3 تا 10 سال حبس دارد. مادر اگر معاونت داشته باشد در این قتل مشمول ماده 127 قانون مجازات اسلامی می شود و بیش از 15 سال حبس خواهد داشت.
آقای جعفرزاده در خصوص اینکه در این پرونده با اینکه مادر معاونت در ارتکاب قتل داشته ولی چرا بیشتر از قاتل حکم مجازات برایش تعیین شده گفت: بله، مادر حکم بیشتری خواهد داشت. ماده 612 تعزیرات مصوب 1375 و قانون 127 مصوب سال 1392. قانون 612 در حال اصلاح شدنه و مجازات مباشر قتل به 20 سال حبس تغییر پیدا میکنه، ولی هنوز تصویب نشده و در مجلس مطرح هستش و فعلا اشکالاتی در این قانون وارد هستش. بر این اساس با قوانین مصوب اکنون حکم معاونت در قتل بیشتر از مباشرت در قتل در چنین پرونده هاییه. فخرالدین جعفرزاده در ادامه در خصوص اینکه در این پرونده ورثه مقتول چه کسانی هستند با اشاره به اینکه بابک خرمدین یک برادر و دو خواهر داره بیان داشت: با ارتکاب قتل توسط اولیای دم درجه یک، ورثه مقتول اولیای درجه دو محسوب میشن که خواهر و برادرش هستند. اولیای دم درجه دو در این پرونده با توجه به قوانین مجازاتی موجود نمیتونن خواستار قصاص پدرشون بشن. میتونن اگر مادر قاتل باشه تقاضای قصاص مادر رو داشته باشن که طبق این قانون مادر مجازات میشه و اشد مجازات معاونت در قتل هم مشخصه که طبق بند الف ماده 127 مجازات میشه به بیش از 15 سال حبس. آقای فخرالدین جعفرزاده در پایان تاکید داشت این پرونده در مراحل اولیه تحقیقات است و صرفاً با اعتراف متهمان نمیتوان صحبت کرد و باید دقیق مشخص بشه که والدین قاتل پسرشون هستند یا به جای شخص دیگری اعتراف کردند. به فرض اگر حقیقت ماجرا همین اعترافات این پدر و مادر باشه، پدر قصاص نمیشه. مادر اگر معاونت در ارتکاب قتل داشته باشه به بیش از 15 سال حبس محکوم میشه. و اما آخرین تصویر از زنده یاد بابک خرمدین، کسی که به دست پدر و مادرش به قتل رسید و تکه تکه شد. این روزها اکثر بازیگران و حتی دانشجویان بابک خرمدین او را فردی آرام و استادی تمام عیار یاد می کنند. خانم روشنک گرامی، یکی از بازیگران مشهور سینما، در پی درگذشت و به قتل رسیدن بابک خرمدین این چنین نوشت: بابک رو می شناختم. یه جورایی همسایه بودیم. بابک مرد نجیبی بود و هر دومون عاشق فیلم های تارکوفسکی بودیم. کم حرف و خجالتی بود. هر دومون به فلسفه خیلی علاقه داشتیم. سالها بود بابک دنبال تهیه کننده میگشت که بتونه فیلمشو بسازه. فیلمی مردانه که یه نقش زن داشت و دوست داشت من بازیش کنم. با تهیه کننده های زیادی هم حرف زده بود، ولی سینمای کشورمون فیلم فلسفی رو نمیپسندید. این چیزی بود که خیلی ها بهش گفته بودن. امروز انگار فیلمشو ساخته و خبرساز شده. برای بعضی ها اینجوریه، بعد از مرگشون به چیزی که میخوان میرسن. این خبر به اندازه فیلم نامش حتی بیشتر از اون عجیب بود. مبارکت باشه برادر. روشنک گرامی در ادامه صحبتهاش گفت: مامانم یه دفعه که داشتیم با بابک پیاده روی میکردیم به بابک گفت چرا پدر و مادرت این اسم رو روت گذاشتن؟ بابک فقط لبخند زد: بابک جان، ذره ذره راحت شدی. روز گذشته مشخص شد که قربانی که به دست پدر و مادرش به قتل رسیده کسی نیست جز بابک خرمدین، کارگردان نچندان شناخته شده سینمای کشورمون. او فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارگردان و مدرس سینما بود. عکسی که در شبکه‌های اجتماعی از بابک دست به دست میچرخه دقیقا همون تصویری از توصیف همکارای بابکه. همیشه با یک اوورکوت سبز، یک کفش بندی، یک کوله پشتی و موهای ژولیده سیاه و سفید وارد دفتر می شد. نیلوفر هاشمی در واحد 38 دانشکده علمی و کاربردی با بابک خرمدین همکار بود. نیلوفر هاشمی از بابک خرمدین این چنین یاد می کنه: او همیشه سر وقت به کلاس ها می اومد و کمتر می شد که اون رو در حال بگو بخند و حرف زدن های مدام ببینی. مثل یه سایه بود، کم حرف، مؤدب و موقر و دوست داشتنی.
خاطره مشترک همه ما از بابک یک اوورکوت سبز بود که پشت میز اتاق اساتید می نشست و با قمقمه همراهش چای برای خودش می ریخت و به همه همکاراش نگاه می کرد. نیلوفر هاشمی گفت بابک خرمدین کمترین استاد میان همکارانش بود و برای همین هیچ کدوم دقیق از زندگی بیرون از دانشگاه بابک اطلاع چندانی نداشتیم. خانم نیلوفر هاشمی در ادامه صحبت‌هاش گفت ما وقتی در دفتر دور هم جمع می‌شدیم معمولاً خیلی حرف می‌زدیم و می‌خندیدیم و شوخی می‌کردیم و ماجرای کلاس‌های ساعت قبل رو تعریف می‌کردیم، اما بابک نه، سر وقت می‌اومد یه چایی می‌خورد، سر ساعت می‌رفت. اما خانم نیلوفر هاشمی در ادامه صحبت‌هاش گفت من دچار شوک شدم بعد از اینکه این همه تیترهای نامربوطی رو راجع به بابک شنیدم، چون اون خیلی آروم و مؤدب و باوقار بود. اصلا حرفایی که راجبش گفته میشه رو ما نمیتونیم باور کنیم، به خصوص وقتی فهمیدم به خاطر پدر و مادرش از لندن برگشته. خیلی متاثر شدم، خیلی بیازار بود، واقعا حقش این نبود. هر کسی که با ایشون در تماس بوده، چه به عنوان مدرس و چه به عنوان دانشجو، بسیار متاثر شده. بابک واقعا یکی از باسوادترین مدرسان سینما بود. روحش شاد و یادش گرامی. اما دوستان عزیز، اون چیزی که عجیبه اینه که اون چیزی که پدر بابک در اعترافاتش از بابک گفته با تصویری که همکاران و دانشجویانش از بابک دارن، زمین تا آسمون متفاوته. از اینکه پدر و مادر بابک دچار بیماری روحی روانی بودن تا اینجای قضیه هیچ شکی نیست. ولی خب، برای بررسی‌های بیشتر حتما باید تحقیقات بیشتری صورت گرفته بشه. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به قطع رسیدن بابک خرمدین، کارگردان سینما توسط